اینه بیشتر جالب است اینه وای ما چون که ایوان بنامه چیاد میشه باشه خب صحیح همه تا کلان خواه است شیر است و کلنگ است و آهو است و انواع و اقسام ایوانات است لالی بدخشان این لالی پاکستان قیموزک است قیموزک در افغانستان قیموزک را زنده شگیر کنن کشتن می روان اینجا سر که چقدر زحمت کشیدن این را خفک می گیم باشیم از اون که مرغا را بیسا می خرم اینی هم بنامه یاد خداوند متعال سلام و درود به پایان حضور یک و یک شما خوبان امیدوار هستم سعادتمند و سرحال باشین و زندگی تا این دم به کام دلتان چرخیده باشد من عبدالفتاح عزیز باسم در خدمت شما دوستای عزیز قرار دارم از کانال یوتیوب بدخشان پلاس دوستای عزیز ما باسم در یکی دیگر از موقعیت های زیبای پاکستان هستیم پاکستان خب اسلام آباد هرچقدر که بگردیم تا سرسبز است و زیبا است و قشنگ است ولی یکان ساحاتش باز پارکای تفریحی داره و موزیم داره دیگه هرچند که پارکای تفریحی زیاد چکر زدیم ولی امروز به یک جای متفاوت تر آمده میجارم برای شما دوستای یک معرفی بکنم که این قسمت ها را که میبینین دوستای از بنام شکرپریان یاد میشه واقعا که شکرپریان است بسیار یک سایه سبز و زیبا و قشنگ و دیدنی میبینید درخت ها را باز وسط درخت ها سرک قیر است جنگل است دیگر چی که توصیف کنیم هنوزم کم است اینی هم قومای پاکستانی است که آیس کریم سودا کرده را ایستن این طرف بالایش هم که ببینید همونتا سبز است و جنگل است دوستای عزیز البته ما قرار است که بریم بخیر طرف موزیم پاکستان قسمی که میبینین آنا معلوم میشه دیگه ای که در او داخل چه چیزها را برای شما دوستا پیدا میکنیم اما تا آیسته آیسته میرم ایجا اول باید که بلیت بگیری اوجا جای بلیت شست وقتی بلیت گرفتی باز میری داخل 100 روپه البته بلیتش میشه که با پیسی افغانی 20 روپه میشه ما قبلا بلیت گرفتیم به خاطر که میخواستیم پروگرام بگیریم اما تا آیسته آیسته داخل میریم دیگه اینی هم دروازه موتر روش هست که موتر ها میره اینی هم دروازه پیاده رو این از همینجا که داخل شوی دیگه پاکستان موزیم آف نیچه پران مچیم سی تر همون چیزا نوشته است این از جا که داخل شوی سر میخری بینی حیوان ماشاءالله میبینی که چقدر بزرگ است په 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 ما چون که حیوان بنامه چیاد میشده باشه خوب صحیح همون تا کلان خواه است تو بیم اسپنج هستی سنگ است آلی نشکن های تیارکم تپ تپ میکنم دوستای عزیزی البته فکر کنم که از موم ساخته شده و احتمال زیاد که کرگدن است نه چقدر
کلان از هر هر پا داره به گفته بدخشی ها که اینه اینه پا دوستا که همه تو دراز کنی به یک چیش نمیرسه خواهی این ازیک و قدر معلوم نمیشه از دور بر شما دوستا نشان میتیم که تصویرش بیایه دیگه فکر کنیم که این شاید کرگدن باشه کرگدن از این ایجاشم فکر کنم که زخمی شده بوده بازی را دوباره ترمیم کردن این را دیگه حالی این ایجا تاریخچهش نوشته است این ده سالی 2012 دیگه ای جور شده در 24 اکتبر اینی سنگ هم بخی سنگ آسمانی واری از سنگ زمینی نیست میبینیم یک رقم سر معلوم میشه ولی از کلش کده توجه مره اینه میبیسه زیاد جلب کرد خوب دوستای عزیز یکان نفره ای چی را پیدا نکنیم که در موردی از این معلومات میداد دیگه اگر پیدا هم کنیم خب ما و قدر اردو را نمیخوام کاش که میفهمیدم که دیگه حالی مشکلی نمیداشتم اینو یکانه مشکلی که آدم اگر کشوره سفر میکنه بیشتر همی زبانش از وقتی به زبانش آشنایی نداشته باشی بسیار زیاد سرت سخیل تمام میشه خواه اینی طرف هم دوستای عزیز کندگکای درخت است دیگه بسیار کنده های سابقه ایست البته پرسنی که میبینین شاید از این بسیار سالا شوه این به یک نماد است هم مثل موزیم واری مردم ها از جاهای مختلف میان اینجا عکس میگیرن البته این مثل از دور که سل میکنی دوستایت مثل چوب باری است ولی پیش که میای سنگ هستی دیگه اینویش تجربه بار است اینویش هم سنگ است کلش سنگ است فقط اما تو احساس میکنی که چوب باشه دیگه او بغل هم اکثر چیزا هست خب در موردی از او زیاد بحث نمیکنیم دیگه بخاطر که اینجا بسیار زیاد چیزا دارم اما تا آهسته آهسته میریم در موردی هر کلامش کوتاه کوتاه بر شما دوستا معلومات میتیم دیگه اینی طرف هم میبینین اسکلیت هست اسکلیتی مچم چی هست یا واقعی هست یا که همونتا این را ساختن دیگه هم بسیار زیاد همونتا جالب و زیبا معلوم میشه اسکلیت دایناسور واری است دیگه ایجا ما تنها نیستم معصوم خانم همراهی ما است سلام چول داری خوب هستی؟ سلام علیکم چول داری؟ سرمان دست خیلی سلام نیست یک سلام خاص به تمام دوستا به تمام کسایی که ما را میبینن امروز هم عزیزی سوی با گرفتیم اما تو بر آمده طرف تپه های شکرپریان آمده اگر فعلا هم موزیم هستیم از موزیم یک دیدن میکنیم که چه چیزا داره بازمو تا پیش میریم اگر پاکستان مانومنت میریم یعنی یادگار پاکستان یا نماد وحدت پاکستان یک کمی پیشتر است دیگه او هم یک آثار بسیار تاریخی یعنی بر پاکستان برای مردم پاکستان خیلی اهمیت داره دیگه از اون دیدن میکنیم ولی قبلش از این موزیم دیدن میکنیم موزیم است که چیزای طبیعی مثلا مثل سنگه ها و مثل میگن اجساد موزیم شده پرنده ها هست معصوم خان در مورد همین چیزی که در پیش سرت است در این معلوماتی خود دایناسور است دیگه خود دایناسور است دیگه قسمی که میفهمیم سالها قبل یعنی قرنه ها قبل یعنی نسل دایناسور خود منقرض شده ولی که بخاطر نمایش و بخاطر جذابیت موزیم ها یعنی چیزی از این را ساختن با شکل مصنوعی ساختن دیگه دایناسور است و چیزی که پیشتر پاکستان یک پاکستان که یه قومی تست اینه بلوچی تیریان میگن اونو را چیزی که پیشتر ریکارد شد و ایرام مجسمه
نهنگ سفید است. نهنگ سفید ها؟ امروی ازی امروی ازی پرسانتو بایی کسیو؟ الحمدلله سب کشتی که؟ الحمدلله اب ادھر کیا کرے؟ ادھر جاب کرم ادھر جاب کرے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تنخواہ ادھر اب پہ کتنا دے دیتا؟ 30-35 30-35 30-35 ایک مہینے کے لئے کافی ہے؟ کافی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ادھر ہے وہ بلوچی بلوچی تھیریم بلوچی تھیریم بلوچی تھیریم ابھی پاکستان میں ہی اور نہیں یہ دوسرا یہ پاکستان کا جانور ہے یہ بلوچستان میں پایا گیا تھا جی جی بلوچستان میں جی جی کیا والا کیا ہے یہ ڈائناسور ہے ڈائناسور ہے بلوچستان جی وہ کدھر سے ادھر تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی تو اس طرف کام چل رہے نا جی کام چل رہا ہے سر سر میرا خیال سے یہ نیچرل میوزیم ہے نا نیچرل میوزیم آف پاکستان یہ اندر میں کیا چیز ملے گی اندر بہت چیزیں ملے گی آپ کو فش ملے گی اور کافی چیزیں ملے گی بہت سارے جانور ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کریں بہت سارے جانور ٹھیک ہے ٹھیک ہے نامش نامش آپ کا نام کیا ہے محسن 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 بھائی جی جی چکر میں آپ کدھر سے میں آزاد کشمیر مظفر آباد آزاد کشمیر میں وہ آزاد کشمیر بہت پیارے جگہ ہے ایک دن انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ آزاد کشمیر جا رہے ہیں انشاءاللہ ضرور کسی طرح آپ مہمان نواز ہو اور نہیں ہو انشاءاللہ انشاءاللہ افغانستان رہتے بگو افغانستان اب گئے تھا اور نہیں گئے تھا نہیں تصمیم ہے اور ارادہ ہے تو افغانستان انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں چھ کار میں کنائی جو اب ادھر کیا کام کر رہے میں کنٹین کر رہا ہوں اپنے یہ میری اپنی کنٹین ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ادھر کانٹین میں سب کچھ کھانا ہے اور کھانا کیا چیز ہے ادھر کھانے میں کافی کچھ ہے آپ کو رول ملیں گے سموسے ملیں گے چنا چاٹ سموسہ ہزی پارک چھ سال میں سب مل جائے گی لیز وغیرہ بسکٹ ہر چیز ملے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ پارکنگ یہ میوزیم کتنا سال ہو گئے اس میں بنا ایک کافی عرصہ ہو گیا بہت پرانا میوزیم ہے کتنا سال تقریباً ہو گیا تیس سال کم سے تیس سال کم سے چند سال میں یہ گفتن کہ وہ حیوان کے پیشتر اونجا دیدے ایک حیوان سے کہ بلوچی تیریان میگن در قسمت های بلوچستان یافت میشه با ما را کرگدن گفتیم بله بله ما را کرگدن گفتیم دیگه گفتن که داخل موزیم خیلی چیز هست پرنده و بله دیگه خودشون هم اینجا کار میکنن اینجا وظیفه دارن اینجا کانتین است دیگه پراتا و رول است و یکان چیز هست در کانتین یا پخته میکنن این چقدر مساحت داره بگو دیگه دیگر راستی چیزی که گفتن تقریبا یک 30 سال میشه از جور شدن این موزیم دیگر یک موزیم خیلی قدیمی و یک موزیمی هست که یعنی خیلی سالها پیش ساخته شده بود شکریه خواه داخل موزیم بریم داخل میریم داخل میریم ببینیم که بله انتریگیتش از اون طرف هست خواه اما تو میریم ببینیم که داخل موزیم چه چیز هست بگر این ایجا هم ایجا هم اولین چیزی که سر خوردیم آبا سر یه اگو بخریم دوستو از جو یک خوبی جو داره که هر جایی که برین این رقم یک چیزی ها بماندهی سه سر دست میتونیم نوشی جان کنیم کاملا مجانی است این قسم یک چیزهای سرکن ماندگی است اینی هم مایی گکا هست چکر زده را ایستن خارایش و کدام طرف هست بین از ایش هست اما تو میریم داخل منزل اول است اگر این دوستای عزیز این که دوست عزیز میبینید نقشه موزیم است تقریبا 7-8 بلاک داره ها
هشت بلاک هم با هم مرتبط است. اینی هم ساحه گرین ایریا میگن، ساحه سبز موزیم است. اگر قسمتش هم پیشتر دیدین که قسمت دست چپ ما شما در کانسا هستیم؟ اگر ما قسمت ما دمیدن دروازه هستیم، این قسمت هستیم بلاک اول هستیم. آیستا میریم ببینیم که داخل چه چیز هست. تای جارت های هشتم هست دیگه؟ بله بله، تا هشتم هست. و یک قسمت هایش ساخته شده، یک قسمت هایش فیلن دیدن که زیری کار هست. هر چقدر بگردیم خیلی خلاصی نداره دیگه. بله بله، دیگه از موزیم دیدن میکنیم، باز همه تو پیش میریم. آه هم تای سیاست دیگه، پاکستان مونومنت میریم، دیگه ببینیم اونجا چطور هست. چی بگیم؟ از اومدیم داخل موزیم. اینی هم مسمول خانی را چی میگن میشناسی؟ این مارخور نام داره، در پاکستان به نام مارخور یاد میشه. این در قسمت های گلگیت بلوچستان یاد میشه. گلگیت بلوچستان خو هم سرحد و هم مرز با بدخشان است. اگر او قسمت پامیر بدخشان مارکوپلو است و اینجا در گلگیت بلوچستان مارخور است. تفاوت زیاد در شاخشان است. شاخی از یکی است راست است، یعنی قسمی که میبینید، و شاخی مارکوپلو یعنی تاو پیج است. او چیش چند پلی گفتنه؟ چند پلی؟ چند پلی؟ در چیش؟ دیگه ایو که است؟ دیگه ایو کوک است؟ اینی کوک است، اینی هم زمرات. دیگه اینی طرف هم اینی چی است؟ این دلفین است. دلفین است، مصنوعی جور شده. اینی هم این هم شکلی مصنوعی. شکلی مصنوعی چی هست؟ تمساست و یعنی پالویش هم سنگ پشت است. دیگه اونو قسمت هم زراف است اگر پیش بریم. اینی هم سنگ پشت است. اونو گک چی هست؟ این هم پرانده است. مچم چی هست؟ اینی هم کامون مرهن داشت. اینی هم یوم زرافه است. زرافه است یا گورخر؟ گورخر است، گورخر، زیبرا. دیگه ای را دوستای عزیز همیشه اگر در تصویر دیده باشین این گورخر ها مظلوم قرار گرفته. اکسه همیشه میبینین که شیرها اینا را سر میکنن و میخرن. این طرف هم دوستای عزیز میبینین چقدر زیبا خشنگ هستی. داخلش ها پر هست یا بکار هست؟ نه فقط چیز هست. این انواع و اقسام گیاه های طبیعی هست، یعنی گیاه هست که واقعا از یا دوا ساخته میشه و دیگه یا مفید هست. مثلا این طرف چقدر لکس زیبا هست. اینجا اینی چیز هست، نه در درخت که مثلا پیدا هست سمارق هست و دیگه انواع و اقسام گیاه هست. خواب پیش میریم اون تایست تایسته. ولی نترسیم ایرم چیست دیگه؟ تیمسا هست نیم؟ یعنی تیمسا هست. این سنباقه یعنی سنباقه یا ما مو سنگ پشت یا این سنباقه رفته ایتما سنباقه دریوی هست. خب فهمت کتا هم بوده بچه را پشتش هم زخم شده نه؟ این را بگن سنگ پشت دریایی. سنگ پشت دریایی، طرف هم سنگ پشت هست؟ این هم سنگ پشت دریایی هست، البته رنگش متفاوت. این سیاه هست. طاووس هست اینجا، دیگه انواع و اقسام پرنده ها، سیل دیر میگن، کالی، چر. ما شما البته در افغانستان از این هم داریم که یک نام دیگه به نام دیگه یادش میکنن یا پشتر هم بگیم بسیار زیاد یا سنباقه بسیار زیاد است. این هم سنباقه است، این هایی مار است. خوب سعی همه تو ماری کلان هم بوده. دیگه این طرفش هم
ازارپا میگه ما شما ازارپا از او است دیگه. اینی طرف آها اینی هم دلده خفق میگن. چی میگن؟ دلده خفق میگه ما شما از او که مرغا رو بیسا میخره. اینی هم این مضمون شغال است چی است؟ فکر کنم ما نه شغال نیست. شغال است یا خوب است؟ والا نمی کنم یه ما که داخل مثلا زمین است. نامه از این نوشته است، نامه ایشان به اردو نوشته است، اما شما تفاوت داره دیگه. ای هم فکر کنم فکر کنم که سنگکشت است نه؟ بله بله. خینا را میبینین دوستان با اون که مصنوعی ساخته شده ولی خیلی دهشتناک است. فکر میکنه که واقعی است، اما ما شاید که تنها اینا را پوستشان پر کرده باشند. به این اندازه مصنوعی ساخته نمیشه به خاطر که بسیار شبیه به واقعیت است. یه مصنوعی به این سیستم ساختن بسیار دشوار است. خواه معصوم الله خان کام طرف بریم؟ میریم با سوست اگر ببینیم چی است. اینه دوستای عزیز، این طرف ها هم که میبینین دندان و لب و دنی همه حیوانات است. اینه هم جمجمه است. دقیقا من میکنم که جمجمه کدام حیوان است. نه که خب کلان جمجمه فیل است دیگه. ای جمجمه فیل است. آها یو جا هم بیتنم گفته که باید دست نزنین. اینه هم جمجمه ها است. اینه هم فکر کنم که شاخ فیل است. اینه هم دندان فیل است. هر دندان است که این دندان ما چی میم یاش چی باشه؟ یاش معلومات نیست، آدم شناخته نمیتونه که چی است. اینه هم فکر کنم غول سلا هم است، سنگ هم است. دقیقا نفهم که چی رقم سنگ است که جا گذاشتن. اینی هم میبینیم که زرافه است دیگه. جمجمه زرافه است جا موندن. چقدر بلند است ای استخوانش که که بلند است. خدا میدونه که خیلی از چقدر بلند باشه. پا این بغلش هم همی اینی هم جمجمه های سر انسان است. اینو میبینیم اینو برای اولین بار بود که جمجمه انسان را دیدم. خیلی متفاوت است، شاید از انسان های اولیه باشه. با او خاطر یک کمی تفاوت داره دن و دندانش. شکی ما چی میگه از شادی فکر نمیکنی بیده خم باشه. این مسئول الله خان از چی هستی؟ از شادی هست از آدم؟ اما کسایی هستن که انسان های اولی هستن، انسان های اولیه یا گونه های انسان نما ما میگیم دیگه. این احتمال داره که چیز مجسمه شامپانزه باشه. مقصد ای خوب مجسمه نیست، ای خوب واقعی است. جمجمه است، جمجمه شمپانزه باشه. دیگه این طرف هم همتو عین شکل است. اینی طرف هم استخانه است، استخانه های البته استخان پا است. اینی جمجمه است. اینی طرف هم شاخ یاهو است. این طرف هم ای هم جمجمه است، جمجمه انسان. یا ما این شکل دیگه. اینی رو چیز است؟ این از یا سینه در بالایش اینه اکسش. اینی یکت یا مجسمش. ها
اینی هم اما مراحل تولید ابریشم است. های کالای ابریشم است. بله بله. اونو کرمی ابریشم است. کرمی ابریشم است. اول تخم است. بعد از اون کرم تبدیل میشه. بعد از اون خانه میکره. از خانه میگره و شکلش فرق کنه. میتونه که بسپار باز کنه. واقعا جالب است دیگه. اینی هم دیگه این هم پرنده است. یعنی کدام نوع پرنده است؟ کفتر است؟ نه پرنده است که ما میگیم که ابابیل میگیم. فکر کنم که ابابیل است. یعنی شکل خانهش اینجا چی کده؟ من موش گذاشته که اینه چه قسم خانه جور میکنه؟ یک چی است؟ اصلا جالبی اینجاست که خانه ای که از این جور میکنه بخاطر محافظت پرنده و بخاطر محافظت چوچاش یکی یکی لانه اصلی سر داری از او بسته می باشه. یکی لانه در پایینش است. گویی که مثلا اگر مار یک چیز حمله کنه نمیتونه که پیدا کنه. این بسیار یک خاطر شمتت خواهد. بالا رو منظره جو کده که چی کده نمیتونه. پیدا کده نمیتونه. خواه. با اون نوعشر است و دیگه این لانهش است. و دیگه اینجا مراحل تولید تکثرش را ذکر کرده. دیگه ای هم ماهی است. آره دیگه ماهی است که چه قسم کلان میشه. چند نوع ماهی است. یکی مار ماهی است. یکی بدر ماهی کوچک است. یعنی ستاره دریایی است. آه چیزای دریایی است هم کمال. دیگه اونو قسمت هم اونو هم روبه است. روبه بچاره است هم که چقدر مظلوم قسمت بالدار رو ببین شاهین است. شاهین است و درخت است و درخت است و دیگه اینه زیرم سنگکشت است و دینه و یعنی قسمت هم مار است و خرگوش است. مار است و دانه و گوشه دینه هم خرگوش است. اینجا هم یک موشی مظلوم. این موش ها که است در هر جا مظلوم است. اینه قسمت هم سایکل غذایی را نشان میده. یعنی سایکل غذایی که چه قسم مثلا از یک دیگر استفاده میکنه یک دیگر شکار میکنه میکنن سایکل غذایی است. دوباره است میتونه مثلا ما را شکار کنه یا میتونه عقاب را شکار کنه. عقاب هم میتونه که باز ما را فلکان چیزی است که روبا را شکار میکنه. این قسمت پایین کرم شپارک شکار میکنه شپارک پرنده شکار میکنه. یعنی چی ده؟ مینا مینا را باز عقاب شکار میکنه. خرگوش باز درخت. درخت ها چیزی؟ اینه مرچه. اما تو میاییم اینه قسمت هم دیگه مزاره و دیگه اون چیزها را نشان میده. اینی هم انواع عطر و انواع عدویجات هست. عطر و زیتون هست. دیگه گیاه هست. زعفران هست. دیگه اینی چیز هست. دانه هایی که تولید روغن میکنن. بله. یه هم فکر کنم که عنکبوت هست. این زنبور هست. زنبور هست فکر کنم. زنبوری اصل هست؟ زنبوری اصل. زنبوری اصل. ملیکی زنبوری اصل. اینه دیگه چی هست؟ اونو کنگوزوک هست؟ این هم انواع و اقسام شپرک ها. این طرف ملخ هست. دیگه انواع و اقسام ملخ ها هست. این طرف هم زنبور هست. هر چیز دانه به دانه. از این زنبور نمیفهم که دوستا خاطره دارن ندارن. من خاطره بسیار جالب دارم زنبور که همیشه خوب سعی گزیده دانه. دیگه این طرف هم کنگوزوک هست. کنگوزوک در افغانستان کنگوزوک ها را زنده شگیر کنن کشته می رو می گستر که چقدر زحمت کشیدن دیگه همون مصنوی شه همین را کشته نمی جو نمونده باشه همون مصنوی بکنگش نیم احتمال داره احتمال داره چون همین خینگوزه که می قاق می شه همون چیزی خدا ایدست نمی ده شکل خدا ایدست نمی ده با همون رقم مثلی خلاصیک باری می مونه اینی هم شاپرکا هست می بینید دوسیه دنوا و اقسام شاپرکا هست دیگه خوب در جا بیشتر اشارات است. آفرینشان آفرینشان که قدر زحمت کشیدن قدر دانه و دانه اینا را هران اشاره را که بخواین در ایجا همو میتونین که تصمیش را پیدا کنین بسیار زیاد زحمت نیاز داره کار با آسانی نمیشه.
دیگه اینی قسمتم اما اینی وقت... میخوا بخاطر چی هست میخ؟ میخوام خوب بخاطر یا چقماق و چیزا کار میره ممکن که ممکن که شاید کلام استفاده داشته باشد اما وقت و زمان اینی هم انواع و اقسام گل هاست که از این گل ها زنبور اصل میتونه استفاده کنه گل های هست که مثلا بسار زیبا و بسار اخبار در پاکستان مثلا این گل های افت میشه اینی هم گیاه هاست اینی گیاهی هست گلی هست که شاپرک استفاده میتونه شاپرک بالای از زیان میشینه ده ای گلای شاپرک شاپ. اینی گلای بله. یه رقم پشای دوال که هست نه چی بله میگم شما بله. بله. پروانه پروانه اینی هم اینی مراحل چی رو بر ما گفتن چی میگیم مراحل تولید شاپرک دوستای عزیز آمدیم به داخل این قسمی که میبینین در داخل هم اینجا انواع اقسام چوب است دیگه این قسمت هم نه این روغن ها چی میکنیم به بوتی بریم اوان جرجر کنیم ده یام اعتماد داره که یام اعتماد داره که از سبلیات اولیه پاکستان باشه روغن گلی افتاو پرست نیست؟ بله بله این قسمت هم سنگ های صخرا است سنگ چی؟ سنگ های صخرا و جاهای مرتفع اما اقسام سنگ است دیگه این هم از سنگ است که مثلا آتش میده ما شما چخماق میگیم چخماق میگیم بله بله این سنگ چخماق است یعنی در گذشته ها به جای مثلا لایتر و این چیزا از چخماق استفاده میکردم دوستای عزیز یک قسمت هم که میبینین دیگه مربوطی بخشی حیوانات است پرنده ها و خزنده هاست دیگه اون طرف آهو است مار است دیگه کفتر است گوش است هر حیوانی که بخواین دیگه پیدا میشه اونو گرگ است اینی هم پلنگ است اینا را قبلن هم در او پایان بر شما دوستا تصویرهایشون را نشان داده بودیم یا این به اینی بقل این هم دوستای عزیز بادی است انرژی بادی است البته هم ببینیم دیگه اینی طرف هم خانه است اینیش هم بندی برق است اینی هم آب است دیگه این طرف هم قسمت مسئول الله خان گفت یک پایان بسیار واضی داره که اون کثافات است و یک کثافات باید سیادی شده که ایوان ها همه پرنده ها از بین رفته اون بغلش هم ببینیم که به تصویر که چقدر گندگی است اون جا امام است که دود کده رایسته در اون بغل هم باید امراض شده اینجا هم آبی گندیده که یک پایان داره بخاطر محافظت اینی هم
دیگر تپکک است که درخت هایش خط شده. میبینیم که چقدر وضعیت وحشتناک داره. اون طرف هم میبینیم که این شکل یک درخت سوخته. این هم لانه های پرنده هسته که جا افتاده. دقیقاً که ما شما وقتی درخت خط شده و لانه پرنده هم از بین میره و بسیار زیادی پیامی فوق العاده داره. این طرفش هم اونا بزو گوسپند است دیگه. بزو گوسپند در بدخشان زیاد است. زیاد نیست. پیامی از این هست که شکار حیوانات بایستی بوده. عزیزی صاحب این اهمیت آب نشان میتن. یعنی جایی که آب نباشه و خشکسالی باشه. یعنی چقدر وضعیت خراب نشون داده این منطقه. دیگه بیابان است دیگه. جایی بیابان است. بیاب است. مرتبط که آب حیات است. حیوان ها متمده رفتن. این هم پیام خوب داره. خب این هم فکر کنید که همه زندگی انسان های اولیه را نشون داده. بله بله. تیفل در بغلش است. صندوق هم در بالای سرش. بسیار زیاد زندگی مشکل و دشوار. اینی هم عزیزی صاحب این کوی نمک است. این کوی نمک است. این را بر ما نشان میده که چه قسم مثلا استخراج میشه نمک. کوی نمک است و دیگه کوی زغال سنگ است. زغال سنگ است. بله بله. استخراج شده رایست مردم ها قطع کراچی و قطع توق بیرون کده رایست. این عین شکل واقعیت چم شاید بوده باشه. نیست بله شاید بله از واقعیت ها گرفته شده باشه. بالا رن. او طرف هم میبینیم که چقدر زیبا و قشنگ است. درخت ها است. سرسبزی است. دیگه ای طرفش مردم ها مدن کار کنم ببینیم که چقدر این هم خط ریل است. دهشتناک داره. این هم خط ریلش در اینجا چی نوشته است؟ نه؟ اینجا کانی نمک نوشته است. کانی نمک. کانی نمک از داخل استخراج نمک. استخراج میشه. این ای طرف هم انواع و اقسام سنگ ها هست. البته این سنگ ها در افغانستان هم زیاد است. این طرف هم سنگ ها هست که عقیق هست و لاجورد هست و با سنگ ها ما شما مردم افغانستان زیاد آشنایی داریم به خاطر که در افغانستان انواع و اقسام سنگ ها پیدا میشه. این طرف ها رو هم ببینیم. این سنگ هایی که البته اینجا آورداشته بیشترشون مصنوعی سنگ های طبیعی است. طبیعی است. سنگ های عقیقی است. دیگه اونو من نیفرم که باید فلوراید. اونو فلوراید بوده اونو. دیگه همینی خوب و لال است. اینی هم لال است. لال بدخشان. اینه دوسته عزیز میشم اینکه لال بدخشان. اینی لال پاکستان. دیگه خاملوها مچم انواع و اقسام سنگ ها هست که البته نامه از یه با پاکستانی با اردو نوشته شده. اینی بالا فیلتون و سنگی لاجورد است. آنه میبینین لاجورد کلان نوشته شده در برش. اینی دیگه نمیفهم که چی است. نامه از این نوشته نیست. یه معنی شکل لاجورد است. خب این طرفش هم میبینیم که سنگ ها است. یا انواع و اقسام سنگ هایی هست. عزیز های سنگ های آتشی است. خواه یعنی سنگ هایی است که باید تولید آتش میشه. خواه دیگه ای را خیلی بسیم اتشکالی آتش نگیریم. اعتماد داره که سنگ هایی مثلا ما شما سنگ چغما قدیدیم همیشه ولی دیگه نو سنگ های آتشی را نیده بودیم. انواع و اقسام دیگه هست. یا طرف پیشتر میریم. اینجا هم سنگ ها هست. البته از اینی شیش ها از این سای سنگ های هست که قابلیت تغییر داره. بله سنگ های هست که تغییر پذیر هست. خاطر رقم تغییر میکنه اینو؟ احتمال داره که از یا به خاطر استفاده بگیرن به خاطر تولید تکنولوژی آب میشه دیگه. بله بله. آها این سنگ های سکی تغییر میکنه یا سنگ های تغییر پذیر یا منوی دیگه میتافوریک راکس میگیم نی؟
این هم سنگ هایی که برگفته مسعود الله خان تغییر میکنه و تغییر پذیر است. این میشه ما در افغانستان زیاد دیدیم مثل شیشه هایی از ورق ورق کلام. خواه این باز پیشتر میایم ببینیم که در جای چی است. این طرف هم دوسته زنوا و اقسامی سنگ ها است. بگر ما یکم دانش اکی اگر دیده باشم بر شما دوستان معلومات میتونم نکه این سنگ ها کاملا در چشم نوع یک چیز جدید است، همچه یک چیز در ما در گذشته ندیده. اینی هم بگر عزیز های به چی هست؟ یعنی مجسمه اسکلت نهنگ است. اسکلت نهنگ است؟ بله بله. اسکلت نهنگ دوستای عزیز معصوم الله خان میگه که اسکلت نهنگ است. خوب صحیح همون تا کلان هم است. نهنگ ببینیم که چقدر دهشت و وحشت داره. با ما انداز اسکلت هم که هنوز هیچ گوشتی در بدنش نیست وحشتناک است. خب با کدام طرف میریم دیگه بخیر؟ خب تقریبا این بخشش تکمیل است دیگه. اما تا ایستایس هم میبرویم بیرون. تا اومدیم به طبقه سوم شده از هم دایناسور گلر نوشته است. میریم داخل. آها این دوستای عزیز اینی هم داخلش به و ایجا هم چه یک جایی بوده دیگه. اینی طرف هم ببینین که چوپان است و تیاغ داره و دادانه بز است پیشش. این قسمت مسعود الله خان دکان گل هست، مثلا گل فروشی هست. دکان گل هست، گل فروشی هست. دیگر تیسی از معرفی کنیم بخاطر که اینجا بسیار زیاد بوده. اینی طرف اینی چی هست مسعود الله خان بخاطر چی هست؟ یا چوب هست اگم نه چوب هست، این کدام هدف از نمایش گذاشتن یا چی هست؟ هدفش نمایش گذاشتن یه هست که اما لایه چوب هم نشان میده که مثلا قسمت داخلی چوب قسمه. چه قسمه هست؟
اینجا به در پوست چوب است. متفاوت است نه؟ دیگه وسط این چوب ها دو سایز واقعی است دیگه، اینا ساخته شدگی نیست. یعنی بغلش هم داریم دیگه انواع و اقسامی بیان جنگل ها هست. جنگل ها نشانی بیشتر درخت های ناجو است. همون تو پیش بریم دیگه این جای جنگلات هم یک پیامی داره، به خاطر که اینجا از سیل زده دیگه. این منطقه سبزی نیست نه؟ بله بله منطقه را سیل زده. اینی هم انواع و اقسام گل ها هست. گل ای هم گل ها هست. رسیدیم به اصل جایش. این اینجا میبینی که داینوسور ها نزدیک واقعی هست. یک اون تایش حتی صدا میکشم اصلا اونو بارش فرد خبر رئیست آنه یک رقم داینوسور ها دهشت واری هست. دیگه اینیش هم ای چی هست مثلا؟ این هم داینوسور هست. خب ای چوشه داینوسور هست؟ بله داینوسور ها مختلف هست نه؟ از هر نجا به هر نسل اونو مایدگک هم نه ای صدا اینا صدا هم داره راستی یک صدا بسیار وحشتناک داره. اگه شب باشه یا بیایی امیال شب هست میترسه صدا بار اگه خاموش کنه شاید آدم یا بترسه. اینی بقل هم میبینیم دوستای از که انواع و اقسام پرنده ها هست دیگه. یه فیل مرغ هست. این ای طرف هم فیل هست. دخترم شان دیگه در سری کرگردن هست. چی هست مقصد این ها سنگی هست؟ چی هست؟ دختره که سلگه چکا مقبول هست؟ نه اوگار میشی، اوگار میشی. نه این طرف هم دوستی هست میبینی شیر هست و پلنگ هست و آهو هست و انواع و اقسام حیوانات هست. بله دیگه ای جایی ساحر هم بسیار زیاد هم تو جالب و دیدنی بزی کوری هست. بزی کوری هست. همون تا ایست تا و پیش بریم. این خشگاه و خشگاهی که همیشه در بدخشان مخصوص در پامیر بسیار زیاد است. پامیر بدخشان بسیار زیاد داره. اینی هم دوستای عزیز تخمه هست. لانه های پرنده ها هست. قسمی که میبینین انواع و اقسامی تخم هست. از تخم ما رو گرفته اونو بالاگی فکر کنم که تخمی شترمرغ است. یه خیلی کلان است. اینی پایانش هم تخمی لگر مرغ است. تخمی اوخاب است. تخمی گندشک است. تخمی بودنه است. دیگه انواع و اقسام تخمهای پرنده است. اما بزرگترینش دیگه تخمی شترمرغ است. اینی هم لانه هایش مچم کدام پرنده را بلانه کدن و لانه شوادن ایجا حدیث صاحب همه تا آیست آیسته برای این که سرصدا به اندازه زیاد است. اینه بسیار جالب است. اینه سویست اومدیم به طبقه دیگه مسئول خان. این طبقه چی هست؟ این طبقه بخش چیزایی که داخل دریا هست. چیزای دریایی ما بگیم تمام اسکلت هایی که مثل ماهی هست و نهنگ هست و
دلفین و همه یه چیز هست، اسکلت هایشون اینجا هست. آها، به سمت میریم داخل. این دوستای عزیز از اینمی میبینین که ماهی است. اینی نهنگ است نه؟ بله بله. چی یک نهنگ کلانی هم بوده. این ای دخترچه هم میبینین که اومده چکر. این اسکلت های نهنگ است. دیگه این قسمت ها را اگر بگیره این چی هست؟ اما اسکلت های است که داخل دریا مثلا از چی میگن؟ خرچنگ است و از بعضی این همه چیزی که دوستای عزیز دقیقان پرم میدیدین در زیرای آب دقیقان فیلم ها یکان طبیعت اگر دیده باشین فیلم های باز زیر دریا را نشان میتکینی چیزایی است که من همیشه در فیلم ها دیده بودم ولی اینجا واقعیتش واقعیش البته دیده میتو واقعی نه که ساز زنده باشم و حساب چیزی مصنوعشه که اینا بسیار بله نزدیک به واقعیت هست. این ای سنباقه هست یا ماهی هست همه چیزهایی که در زیر بحر هست همه تسانه مصنوع بله بله. بخوان این طرف هم این اسکلت های بعضی حیوانات هست مثل بزیکویی هست بزیکویی چی گاوه هست بله بله. این هم پشک هست و هم اسکلت موش هست. این پشک چی خواهی اسکلیتی چی داشتنه؟ آه، بسیار جالب هست میبینه دیگه اونا هم اسکلیت چیز هست؟ دلفین هست دلفین این هم اسکلیت آهو هست و هم از گوی کویی هست. این اگر میبینید اسکلیت خرگوش هست چی خواهی خرگوش هم اسکلیت جالب داشته؟ جالب این هم از اسکلیت خروس خروس هست. این خروس چقدر جالب است. این واقعی است نه؟ واقعی است. واقعی است. یا اسکلت مرغابی است. مرغابی چقدر دوست عزیز. اما تو پیش میریم. جالب و دیدنی است. اسکلت سرای بازی کوی است و دیگه آهو است و دیگه شادی و نو اقسام حیوانات. اینی هم که میبینید این اسکلیت شیر هست. شیر هست. چقدر جالب هست نه؟ شیر هم که چندان اسکلیتی نداشته. یعنی هم از مار. مار هست. نه. سنیک. اونو هم اسکلیتی؟ کفتار. اسکلیتی کفتار هست. یه هم اسکلیتی چیز هست؟ کرگدن هست. اسکلیتی کرگدن چقدر جالب هست سید ایز؟ اینی هم اسکلیت شامپانزه است که چقدر شباهت با انسان داره میبینه؟ خیلی نزدیک به انسان است. اینی بالا هم دیگه چی هست؟ اسکلیت توتی هست ها؟ بله بله. این از توتی هست. این هم فکر کنون که از زاغ هست. دیگه اونا نمیفهم که از چی هست. این بقیل شخص دوسته هست برای شما دوستا نشان دادن دیگه هیچی نمونده در جا. ما شاید آخرین کسایی باشیم که جا دوره میزنیم این شب. دوستای عزیز دیگه موزیم پاکستان مکمل گشتیم و نه دیگه هیچی بله. نمونده که بلکش کردیم دفته مردم ها تمام موزیم پاکستان چه بخش پرنده ها و بخش مرغالا و بخش سنگ ها همیشه دیدیم دیگه فعلا موزیم تمام است دیگه تمام شدیده باز دوستا به نمایش گذاشتیم انشاءالله با خیلی با در پروگرام های بعدی بله. اون جای دیگهش میریم دیگه فعلا بسیار برنامه خودانی میریم و دیگه بعضی جای دیدنی پاکستان است انشاءالله که از اونجا هم پروگرام و برنامه تهیه میکنیم. تشکر از شما دوستای عزیزم که بیننده بودن یا بود از موزیم پاکستان خدمت شما تقدیم کردیم. بازم اگر میخواین که ویدیو خوبتر و بهتر بر شما تهیه کنیم کانال ما را سابسکرایب کنین و در شما پلاس هم منتظر برنامه بعدی ما باشین. خداوند نگهدارتان باد.